اصلی پیدایش عیدها، صرف نظر از نامهای گوناگون، این یکی از شعارهای دین می باشد. پس این یکی از خصوصیت هایی است که هر ملت از یکدیگر فرق می کنند. به تحقیق و با دلیل شرعی، عیدهای مسلمان دو عیده است که هر سال آن را جشن می گیرند. عید فطر و عید اضحا و روز جمعه است که آن همه محدود است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند البته به هر قوم عیده هست و این عید ما است. و غیر از عیدها و مثل عید مولود عیسی علیه السلام که آن سال نوی میلادی است و این عید اهل کتاب است، برای هر مسلمان جایز نیست که این عید را انتظار شود و یا جشن بگیرد و هم تبریک و یا اشتراک کند. و اشتراک کردن به مثل چیزی را از لازمات این عید را به آنها هدیه کردن و یا بعضی از لازمات این را فروختن، مثل فروختن چراغک ها و یا فروختن بعضی خوردنی های معین که خاص آن روز است. پس البته این با دو سبب منع و نهی است. سبب اول این مانند شدن و تقلید کردن به اهل کتاب و اعتراف کفر آنهاست. البته دین اسلام مانند شدن به تقلید کردن و کافران را حرام کرده است، زیرا این عید از خصلت های آنهاست. سبب دوم این عید ها در دین الله از بدعت هاست. ابن قیم رحمه الله گفتند اما در مورد تبریک کردن شعار و یا عید کافران که خاص آنها است و اجماع امت حرام است، زیرا شما به آنها میگوید که عیدتان بر تو مبارک باد. پس اگر گوینده آن از کفر ایمین و سلامت ماند ولی بداند که تبریک کردن آنها از جمله محرمات است، این معنای سوء استفاده و یا حمله نیست، بلکه آن فرق کردن مسلمان و مستقل بودن او در اعتقادش و رسم آیینش از دیگران است. اما قبول هدیه از آنها جایز است. این نه اشتراک و نه تصدیق آنهاست، بلکه به خاطر نیکی و قصد دعوت به اسلام گرفته شده است. لیکن چیزهایی که آنها برای عید ذبح کردند جایز نیست. شیخ الاسلام فرمودند اما در مورد قبول هدیه از آنها، در روز عیدشان از علی رضی الله عنه روایت کرده بودیم که به او هدیه روز نوروز را آورده بودند و او آن هدیه را پذیرفته بود. و اینچنین از ابو برزه روایت است که او جانشینی داشت، آن مجوسی بود. در هر یک عید نوروز و مهرجان به او هدیه می دادند و او به اهل خود می گفت که میوه هایش را بخورید و غیر آن را به خودشان بازگردانید.